من خسرو منصوریان هستم، متولد 1320، یعنی الان 78 سال سنم. من میخواستم برم مکه، 33 سالم هم بود. رفتم شاهی طالبانی تا اول مالم رو پاک کنم بزن، نگم مالی من داشته. همه زندگی رو که حساب کردم اون موقع وجوهات شریع من شد 29,000 تومن. رفتم شاهی طالبانی گفتم میخوام برم و شما که در حقیقت روحانی موجه و قابل قبول نوع ما با تفکر ما هستید پاکسازی را انجام بدید. گفتش که حساب کردی؟ گفتم برای حساب کردم 29,000 تومنه. گفت بده. گفتم ندارم که. گفت عجب حاجی مفلسی که پول نداره حتی میخواد بره. پس بره چی مادی؟ گفتم اگه من اینو بدم دیگه پولی ندارم که باش برم حج. گفت من از اون کبریت بازی ها بلد نیستم. چک داری؟ گفتم بره. دست کردم تو جیبم 29,000 تومن چک نوشتم دادم بهش. گفت به من رسید ولی که دو تا شرط داری. گفتم چی؟ گفت یک این که تو تحصیلاتت رو تو رشته مددکاری اجتماعی به اتمام رسوندی، کارشناس خدمات اجتماعی. من کارشناس اینم که بگم آب کور چند وجب در چند وجبه و باید دیگران هم پول بگیرم بدم تو خرج کنی. چرا؟ برای که کارشناس این کاری و من میشناسم. این بود که اون پول رو چک رو به من برگردون. گفت برگشتی خورد خورد این رو به نمایندگی از من خرجش میکنی و این کار انجام گرفت. و وقتی انقلاب شد و من دلم میخواستش که حتما به ایشون این پولم رو داده باشم، رفتم خدمتشون و به اصرار و التماس 30,000 تومن خدمتشون تقدیم کردم. گفتم همه اون کار طبق دستور شما انجام گرفته و دلم میخواد خاطر رضای دل من توسط شما، خصوصا که الان مراجعین شما پشت در صف کشته. اما توصیه میکنم چون این چالش ها رو از سایر دوستانم هم نیست بپرسید، به خصوص آقای منصف عبدالعلی بازرگان که از شاگردان خوب مسجد هدایت بوده، از آقای منصف محمد توسلی، از آقای هاشم سعبابیان، از آقای دکتر قرعوی پسر آیت الله قرعوی، آقای دکتر سید محمد جعفری، سید مهدی جعفری و امثال هم مثل استاد مهندس یوسف طاهری، آقای مهندس اکبر طاهری تدوین کننده قرآن مبین، اینا همه کسانی هستند که 88 داشتن و دست بزرگ متشکرم.